ببینید خداوند متعال چی میفرماید تو این آیه، پیام های این آیه رو بایستی گرفت. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، اوست که کفار رو اخرج بیرونشون کرد. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا. مسلمان ها اصلا شما گمان نمی کردید که اینها از این قلعه ها بیرون برن. یعنی حساب دیگه ایه. شما رو ظن خودتون، رو گمان خودتون حساب باز نکنید. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اونها میگفتن تا این دژه های محکم و قلعه های مستحکم هست اینها نمیتونن مسلمان ها بر ما پیروز بشن، کاری نمیتونن بکنن، ما آذوقه داریم داخل این قلعه ها، آبم داریم، هرچی میخوان مسلمان ها بمونن پشت قلعه بمانن. کسی هم که میمد حمله بکنه این از بالای قلعه تیرش میزدن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، یعنی این زنها، گمانها، نه گمانهای اونها نه گمانهای شما، اینا مطابق با واقع نیست، اینا کارساز نیست، عمده اراده حضرت حقه. اینهاست که بایستی تو زندگی انسان، اعتماد انسان رو به خدا، وثوق انسان رو به خدا زیاد بکنه. خیلی از این مسائل تو قرآنه. بچه های یعقوب، پسر یعقوب رو یوسف رو انداختن تو چاه، گفتن تمام شد ماجرا. خداوند متعال اون چنان ورق رو گردون که همین بچه ها آمدن یه روزی گردنشون رو کج کردن، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات. خدا اینطور عمل میکنه. فرعون با تمام وجود تلاش کرد موسی سلام الله علیه متولد نشود. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، قرآن میفرمه. اما خداوند متعال موسی رو تو دامن فرعون تربیت کرد. یأخذ و عدو لی و عدو لک، صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. و فرعون وقتی موسی سلام الله علیه آمد گفت ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بهش گفت علم نرم بکفینا ولیدن و لبستفینا من عمر کسنی، من تو رو بزرگت کردم، تو مدت ها پیش ما بودی. این هاست که اعتماد انسان رو، وثوق انسان رو، تکشگاه انسان رو به خدای متعال باید تو زندگی زیاد بکنه. این آیات رو که انسان وقتی میخوانه ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اینها خیال میکردن تا این قلعه ها و این دژه های محکم هست اینا مانع میشه، مسلمان هیچ کاری نمیکنن. خب حالا خدا چیکار کرد؟ قذف فی قلوبهم الرعب، خدا تو دل اینها ترس انداخت. پیغمبر خدا فرمود ولقد نصرت بالرعب، من با رعب منصور شدم و خدای متعال منو یاری کرد. علت این قذف رو، چون خدای متعال معمولا کاری که انجام میده با اسبابش انجام میده، چطور شد که قذف فی قلوبهم رو؟ به خاطر کشتن امیرالمومنین ازور یهودی، اونی که تیر انداخت سر او رو که آوردن و سر دیگرانی که آوردن، قذف فی قلوبهم رو، ترس افتاد تو دلها اینا. این کسانی که تا دیروز میگفتن که مانعتهم حصونهم من الله، این قلعه ها دژ محکم است و ما تکون نمیخوریم از جامون، یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، خودشون شروع کردن خانه هاشون رو خراب کردن. کار به اینجا میرسه، یخربون بیوتهم.